برمکیان از خاندانهای مشهور ایرانی بودند که به سرنوشت ابو مسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خلافت هارون الرشید عهده‌دار وزارت و حکومت ولایات شدند و نفوذ و قدرت زیادی کسب کردند. اما چرا ناگهان دستور قتل عام خاندان برمکیان صادر شد؟ برمکیان چه رازهایی در مورد شکلگیری اسلام می دانستند که باعث شد سرشان برباد رود؟ دوران خلافت هارون الرشید یکی از خونین ترین دورانهای خلافت اسلامی بود. با آنکه وی قدرت و اعتبار خود و خلافتش را مرهون کاردانی و سازماندهی خانواده ایرانی برمکی بود و خود او به قدری با جعفر جوانترین فرزند خاندان نزدیک بود که عباسه خواهرش را به همسری بدو داده بود، خاندان برمکی آل برمک یا برامکه از خاندانهای ایرانی بودند که در دستگاه خلافت عباسیان بسیار قدرت یافتند. تبار ایشان به متولیان آتشکده نوبهار در بلخ می رسید. خالد پسر برمک و فرزندش یحیی از مشهورترین افراد این خاندان بودند که در سده 8 میلادی در شهر بغداد بسیار اعتبار داشتند. در برخی منابع گفتند نسب برمکیان بلخ به برمک ابن فیروز وزیر شیرویه پسر خسرو پرویز ساسانی می رسید. در یک شب خون و مرگ که از بسیاری جهات شب معروف آدمکشان هیتلری 3 ژوئن 1934 را به خاطر می آورد، به صورتی ناگهانی به قتل جعفر برمکی و 1200 مرد و زن و کودک و برده و نزدیکان برمکیان در سراسر امپراتوری عرب و آن هم درست در فردای بازگشت خودش و جعفر از سفر حج فرمان داد. لوسین بووا ایرانشناس آغاز قرن حاضر در کتاب برمکیان خود که بهترین اثر تحقیقی درباره تاریخ شگفت انگیز این خاندان است، در این باره می نویسد در ذی‌حجه سال 186 هجری هارون با جعفر به سفر حج رفت. صبح روزی که جعفر در شامگاه آن کشته شد، هارون منشی او انس ابن ابی شیخ را نزد خود خواند و پس از تبادل چند کلمه شمشیری را که زیر متکایی پنهان کرده بود و به میرغضب خود دستور داد که با آن گردن انس را جدا کند و خودش در این ضمن شعری را خواند که در همین باره ساخته بود. شمشیر در ظاهر سر انس را برید، اما در نهان به سرهای دیگری می اندیشید که در انتظارش بودند. هارون در بازگشت از سفر حج که در آن جعفر همراهش بود با او به کمال مهربانی رفتار کرد و تا آخرین لحظه در اقفال وی کوشید و حتی با او به شکار رفت. اول شب در چادر خود به خواجه مخصوص خیش ابو سالم دستور داد که چند مرد مطمئن با خود بردارد و چادر جعفر را در محاصره بگیرد و بعد او را همراه خود بیاورد. وقتی میرغضب هارون وارد چادر شد، جعفر با پسر طبیب که در بزم نشسته بود و آوازخوان کوری برایش چنین میخواند که دم را غنیمت بشمار که مرگ میتواند در هر لحظه فرا رسد. ابو سالم و مردانش او را گرفتند و دستش را بستند و بدو خبر دادند که باید به قضای الهی رضا دهد. جعفر از دژخیم هارون عاجزانه خواست که شاید هارون مست بوده است و بهتر است دوباره از او تایید بخواهد و او پذیرفت، ولی هارون پس از ناسزاگویی فراوان به میرغضب گفت که اگر به فوریت سر جعفر را نیاورد، کسان دیگر را خواهد فرستاد که اول سر خود او را نزدش بیاورند. و این بار دژخیم با سر بریده جعفر بازگشت. هارون چند لحظه به سر خونین جعفر خیره شد. سپس پرسید جعفر را تو کشتی؟ جواب داد بلی یا امیرالمومنین، همانطور که خودت فرمان داده بودی. هارون گفت بسیار خوب، برو و به حارس بگو اینجا بیاید. رفت و با حارس آمد و این بار هارون به حارس گفت گردن این مرد را بزن تا قاتل جعفر را زنده نبینم. آن شب هارون تا صبح بیدار ماند و چنان که غلام او مسرور بعدن روایت کرد پیاپی شراب خورد تا سپیده بامداد پدیدار شد. آنگاه برای اقامه نماز جماعت
به مسجد رفت. قتل عام برمکیان که هارون بدان فرمان داده بود 3 شبانه روز ادامه یافت و در آن 1200 نفر مرد و زن و کودک و برده من جمله کلیه افراد خاندان برمکی و خیشان دور و نزدیکشان با وضعی فجیع کشته شدند. به دنبال آن تمام کسانی نیز که مأمور این قتل عام شده بودند به دستور خلیفه به قتل رسیدند. فردای شبی که جعفر کشته شد، هارون عباس خواهر خیش و همسر جعفر را زنده زنده در تابوت گذاشت و دستور دفن او را داد تا دستش به خون خواهر خلیفه مسلمین آلوده نشده باشد، ولی 2 فرزند خردسال او و جعفر را در تنور آتش انداخت. خانه ها و اموال قربانیان نیز ضبط و هرچه در آن بود به بیت المال فرستاده شد و پیش از مرگ خود آنان در معرض شکنجه قرار گرفتند تا مبادا مالی از آنان ناشناخته مانده باشد. سر بریده جعفر را به امر هارون به پل وسطای دجله آویختند و بدنش را از طول 2 پاره کردند و هر پاره را بر یکی از 2 پل اولیا و سفلای دجله به دار کشیدند. قطعات بدن جعفر 2 سال در آن حال ماندند تا در سال 189 هجری که هارون عازم سفر جنگی به خراسان شد به امر او سوزانده شدند. به نوشته خواند میر وقتی هارون الرشید خبر یافت که ابراهیم ابن عثمان در مستی سوگند یاد کرده است که خون قاتل جعفر برمکی را بریزد، دستور داد فرزند همین عثمان پدرش را با دست خود به قتل آورد. هارون الرشید که از پستان همسر یحیی برمکی شیر خورده بود و یحیی را پدر خطاب می کرد و وقتی هم که به خلافت رسید به دو گفته بود پدر جان، از برکت حسن تدبیر توست که من اکنون بر تخت خلافت تکیه زدم و از این پس نیز هدایت امور خودم را به راهنمایی های تو میگذارم. همین یحیی را پس از کشتن جعفر در زندان آنقدر شکنجه کرد تا مرد. فضل پسر او و برادر جعفر نیز بعد از او در زندان جان سپردند. با سقوط برمکیان دستگاه خلافت در سراسر امپراتوری رو به ضعف گذاشت و به نوشته مسعودی در مروج الذهب همگان دریافتند که سازمان خلافت هارون الرشید بدون برامکه چه اندازه بیکفایت و در این حال تا چه حد فاسد است. خود هارون رشید نیز در سفر جنگی خیش به خراسان که به مرگ او در همانجا انجامید، طی خطابه ای در همدان به آثار ناخوشایند ناشی از فقدان خاندان برمکی اشاره کرد. نویسنده کتاب از ربیع الابرار زمخشری نقل می کند که تا مدتها بعد از دوران هارون اصطلاح زمان برامکه در قلمرو و خلافت عرب مفهوم دوران رفاه و فراوانی را داشت. ماجرای خونین قتل عام خاندان برمکی و تراژدی عباسه نه تنها در طول قرون از جانب تاریخ نگاران و نویسندگان مسلمان به تفصیل نقل شده، بلکه در جهان غرب نیز موضوع بررسی‌های تاریخی، تئاترها، رمان‌ها و اشعار مختلفی قرار گرفته که فهرستی از آنها را در کتابشناسی جالب کتاب برمکی‌های لوسین بووا می‌توان یافت.